سویه جدید ایکس، پاندمی جدیدی که خبرهای زد و نقیضی از اون توی رسانه ها به گوشمون میرسه، ارتباط عجیبی بین ساختار مولکولیه ویروس هاری ابولا اسمشون ابر بهانتا وجود داره که شنیدن توضیحاتش قطعا باعث ریزش پرهاتون میشه. سلام بچه ها، خوش اومدید به یه پارت جدید از آخر زمان زامبی. خیلی سریع ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال بکنید. ویروس XE که در واقع یه سویه جدید از ویروس اسپشونور هستش، دیگه حرف من نیست، توی تمام رسانه ها وجود داره. فقط کافیه توی خونتون یا تلویزیون داشته باشید یا یه گوشی موبایل که خیلی راحت یه سرچ ساده انجام بدید و به صحت حرفای من برسید. خیلی صادقانه در ابتدای ویدیو روی صحبتم با افرادی بود که بلافاصله توی کامنت ها می‌نویسن فیکه و دروغه. تو فقط کافیه یه سرچ ساده بکنی تا به حقیقت حرفای من پی ببری. محدودیت هایی که در حال حاضر توی چین در حال اجرا شدن هستش خیلی زیاد وحشتناک تر از چیزیه که فکرش رو بکنی. شدت گرسنگی توی شانگهای چین در بین مردم به حدی زیاده که اونها از توی واحدهاشون همشون یک صدا فریاد میزنن و درخواست کمک دارن. یامین ها چه کانگا اونگونو شیده ام جاوان با چیگاره. البته به جای واحدهای مسکونیشون بگیم زندانهایی که توش یه مقدار آزادی عمل دارن بهتره. اگر داستان صرفاً برای ایجاد یک آمار 0% از ویروس اسپشونور بود، آیا واقعاً نیاز بود تا این حد خشونت داشته باشن در مقابل پیرمردی که برای به دست آوردن غذا از قرنطینه خارج شده؟ آیا مجازاتش باید بشه آویزون شدن به یه تابلو، اونم برای تبدیل شدن به درس عبرت برای سایر شهروندان؟ قطعاً داستان پیچیده‌تر از چیزی هستش که به نظر میاد. چون مقامات بهداشتی آمریکا هم به تکاپو افتادن برای اینکه گونه های جدیدی از ویروس اسپشونور در حیات وحششون در حال شیوع و جهش های گوناگونه و متاسفانه قابل سرایت به انسان هم هست. برای همینه که توی اخبارشون این قضیه شده یک بحث داغ و اعلام کردن که تا اطلاع ثانوی گوشتی نخوری. در همونطور که گفتیم احتمال ابتلا به ویروس گوزن زامبی وجود داره. تو ویدیوی قبل راجع بهش کامل توضیح دادم. گاهن توی کامنت ها وقتی مرور میکنم میبینم بعضی ها در ارتباط با یوتیوب و اینجور چیزها یه مقدار از من سوال میپرسن. شما هم اگه دنبال کسب درآمد دلاری از یوتیوب هستید و اصلا میخواییم بدونید که واقعا داستانش چجوریه و چطوری میشه به درآمد رسید، مطمئن باشید مجموعه اندروپی توی این قضیه خیلی زیاد میتونه بهتون کمک بکنه. تمام اطلاعاتشون مثل سایت تلگرام و اینستاگرام رو توی کپشن گذاشتم. همونطور که میگفتم ویروسی که در آمریکا بین حیوانات شایع شده بسیار ذهن بهداشت آمریکا رو درگیر کرد و دقیقا خود این میشه یک تایید برای اینکه بیماری زامبی گوز ساخته ذهن من نیست و تخیلی در اون وجود نداره. اما بحث امروز ما مرتبط با سویه جدید XE هستش که یه جورایی میتونیم بگیم مقدمه و شروع پاندمی بعدیه. دلیلش هم کاملا مشخصه، محدودیت‌های بیش از حد چین، حساسیت‌های بهداشت آمریکا و توییت های جنجالی که امروز منتشر شده. توییت هایی که خبر از پخش شدن این ویروس در سرتاسر دنیا دارن به ما میدن. آلودگی های در بریتانیا، آفریقا و هند. و از همه مهمتر هشدار سازمان بهداشت جهانی در رابطه با سویه جدید XE هسته. با عنوان مصری ترین ویروس در تاریخ دنیا. علاوه بر اون توییت های ترسناکی هم وجود دارن که پیام های خیلی نگران کننده رو بهمون میدن. توییت های با مضمون اینکه به عفونت مجدد اسمش رو نبر خوش اومدید. علاوه بر اون سازمان بهداشت جهانی هم توییتی رو زده که گفته جلسات عمومی در رابطه با آمادگی و پاسخ به این همه‌گیری جدید در حال آماده سازی هسته. از طرفی هم برای یک بار هم که شده هممون با چنین صحنه‌ای مواجه شد که تا امروز فکر می‌کردیم اثر هواپیماهایی که توی آسمون رد میشن، ولی حقیقت چیزی غیر از اینه. اگر هواپیما بخواد دودی داشته باشه بسیار کوتاه و گذراست و خیلی سریع از آسمون محو میشه. اما این چیزی که ما داریم توی آسمون ها میبینیم پدیده ای هست به اسم کانتری، سموم و گازهایی که توسط هواپیماها به دستور دولت ها در آسمون شهرها پخش میشه و معمولا شبیه به یک ابر در آسمون باقی میمونه.
تصاویری که دارید میبینید اخیرا تو آسمون بعضی از کشورها دیده شد. و زمانی ما باید نگران بحث کنتریل بشیم که سازمان ملل میاد میگه که آقا موزهایی که باقی مونده رو تزریقش رو سرعت بدید، برای اینکه 6 ماه آینده در دنیا یک 6 ماه به شدت بحرانی. از اون طرف هم ایالات متحده از پرسنل سفارتش در شانگهای خواسته که آقا خیلی زود و سریع اون کشور رو ترک بکنه. آیا قرار اتفاق خاصی توی شانگهای بیفته یا نه صرفا بحث نگرانی در مورد سلامت پرسنلشه، اونم در اثر ویروس اسمشون اول. حالا شما بیا علاوه بر اینکه این ویدیو رو لایک میکنی یه سرچ ساده توی گوگل بزن برای راجع به ویروس XE یه تحقیق کوچیک بکن، فقط به حرفای من اکتفا نکن، چون اون موقع است که سایت هایی میبینی که راجع به این ویروس نوشتن ترکیب دو ویروس در یک میزبان موجب ساخت این ویروس به اسم XE شد. ولی توییت جالبی رو الان قراره ببینید که توی اون از ویروس XE با عنوان زامبی یاد کرد. آیا این توییت صرفا جهت دیده شدن و شیر شدن این کارو کرده یا نه؟ مطالبی که به صورت عادی توی سایت ها داریم میبینیم دارای یک سانسور خبریه. اگر یادتون باشه چند دقیقه پیش گفتم ویروس XE برای اولین بار توی بریتانیا، آفریقا و هند دیده شده. حالا میخوایم با هم دیگه یه ویدیویی رو ببینیم از فردی که متعلق به همون منطقه هست ولی دچار رفتارهای خیلی عجیبی شده. مردی که ترس شدیدی از آب داره. امنا اتما اپا پیو 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 و امروز تمام بحث ما سر این بودیش که قرار جمعیت دنیا کاهش پیدا بکنه. حالا یا زامبی میاد یا اسمشو نبر میاد یا ایکس ای میاد یا هر کوفت دیگه. اگر روزی تمام انسان ها به این حالت مبتلا بشن که ترس و استرس از آب داشته باشن، غیر از این میشه که علت مرگشون بر اثر تشنگی خواهد بود. بعد چیزی که ما تا امروز فکر میکردیم قرار یک تغییر اساسی توی مغز انسان انجام بده و اون رو تبدیل به یک موجود هار بکنه، حالا مغز اون رو کنترل بکنه و بهش دستور بده که آب نخوره. خب به راحتی هر چه تمامتر میتونه جمعیت روی زمین رو کم بکنه با این حرکت. حالا بیاین راجع به ویروس هانتا که در ابتدای ویدیو بهتون گفتم یه سری توضیحات رو بهتون بدم. شما اگر راجع به هانتا سرچ بکنی توضیحاتی رو به دست میاری که گفته شده تنها راه جلوگیری از انتشارش مهار کردنشه. در واقع هیچ درمانی در رابطه با اون وجود نداره. من راجع به این توضیحات الان هیچ تحلیلی نمیخوام بکنم و قضاوتش رو میذارم به عهده خودتون و صرفا خبرها رو میخوام در اختیارتون بذارم. ویروس هانتا ویروسی که از طریق جوندگانی مثل موش به انسان قابل انتقاله. در سال 2020 قبل از اینکه به صورت خیلی رسمی بخواد ویروس اسمشو نبر در کل دنیا شایع بشه، خبری منتشر شد که آقا ویروس هانتا در چین جان یک مرد رو گرفت. این داستان گذشت و گذشت و گذشت تا اینکه امروز خبری منتشر شد در اسپانیا که یک فرد مبتلا به ویروس هانتا در اونجا دیده شده. خب اصلا چرا دارم میگم این داستان ترسناکه؟ تقریبا هممون به این قضیه اعتقاد داریم که آقا ویروس اسمشو نبر تا امروز جهش‌های بسیار زیادی کرده و جهش‌های بسیار زیادی خواهد کرد. پس بیایم با هم دیگه ساختار چند تا ویروس رو در کنار هم بذاریم و یه مقایسه‌ای بکنیم و ببینیم آیا با هم دیگه شباهتی دارن یا ندارن. توی یه خانواده معمولا پسر عموها شبیه همن، برادرها شبیه همن و این شباهته یه جورایی موجب این میشه که خصوصیت‌های رفتاریشون هم شبیه هم باشه. حرف من هم همینه، این ویروس ها شاید از یه خانواده مثل برادر خواهر نباشن ولی پسر خاله دختر خاله پسر عمو دختر عمو ممکنه باشه، یعنی احتمال اینکه خصوصیات شبیه به هم هم داشته باشن کم نیست. خودتون قضاوت بکنید و بگید که چه شباهتی بین ساختار ویروس اسمشون ابولا هانتا و متاسفانه ویروس هاری وجود داره. فکر میکنید ویروس اسمشون و در جهش های جدیدش ممکنه تبدیل بشه به ویروسی مثل هاری با خصوصیاتی شبیه به اون؟ لایک سابسکرایب کامنت فراموش نشه. عاشقتونم. ماچ یو.